ششمین روز خرداد ماه برابر با 27 می سال 711 خورشیدی برابر با 1332 میلادی، ابوزید عبدالرحمن ابن محمد ابن خلدون حضرمی معروف به ابن خلدون، تاریخ نگار، جامعه شناس، مردم شناس و سیاستمدار تونسی که او را از پیشگامان تاریخ نگاری و علم جامعه شناسی می دانند. ابن خلدون به عنوان بزرگترین اندیشمند شرق شناس از تکرار تاریخ در یک چرخه شش نسلی سخن به میان می آورد که این چرخه از آغاز یک اجتماع با تکیه بر کشاورزی آغاز شده و در آخرین مرحله چنان قدرتمند می شود که مردم آن به هنر و موسیقی روی می آورند و از فرط امنیت و بینیازی تعصب خود نسبت به جامعه را از دست می دهند و این سبب می شود تا قوم دیگری آن جامعه را از خارج فتح کند و تاریخ بر همین منوال تکرار خواهد شد. وی همچنین معتقد است خدا هنگام تولد به هر انسان مغز برای تفکر و تعقل و تشخیص خوب و بد داده که اگر هر فرد در طول عمر خود از آن استفاده بهینه نکند، کیفیت حیات و زندگیش را از دست خواهد داد. از آثار ابن خلدون میتوان به کتاب‌های چون العبر و مقدمه ابن خلدون اشاره کرد که در ایران نیز شهرت بسیار دارد. سال 1339 خورشیدی برابر با 1960 میلادی، وقوع کودتای نظامی در ترکیه و به قدرت رسیدن ژنرال جمال گورسل، استبداد حکومت در زمان عدنان مندرس نخست وزیر ترکیه باعث وقوع اعتراضاتی در شهرهای این کشور گردید. به همین دلیل دولت اعلام حکومت نظامی نمود و به وسیله نیروهای مسلح تظاهرات مخالفین را در هم شکست. ژنرال جمال گورسل، فرمانده نیروی زمینی ارتش ترکیه، در نامه‌ای به عدنان مندرس خواستار توجه به لزوم انجام اصلاحات سیاسی در کشور به منظور مهار مقاومت‌های مردمی به ویژه اعتراضات دانشجویی شد که این درخواست با بی‌توجهی مندرس روبرو گردید. به همین دلیل تعدادی از افسران ارتش دست به اختشاشاتی زدند و سرانجام دولت مندرس با یک کودتای نظامی که از طرف کمیته وحدت ملی به رهبری ژنرال گورسل صورت داده شده بود سرنگون شد و این کمیته قدرت را در دست گرفت. سال 1343 خورشیدی برابر با 1964 میلادی، در گذشت جواهر لعل نهرو، سیاستمدار استقلال طلب و اولین نخست وزیر هند که پس از اتمام تحصیلاتش در رشته حقوق دانشگاه کمبریج انگلستان به قضاوت در هند مشغول بود، وی ابتدا به ریاست پارلمان هند انتخاب شد و سپس با نهضتی که به رهبری مهاتما گاندی با هدف آزادی هند برپا شده بود همقدم گشت. نهرو در طول مبارزات خود 10 بار دستگیر و در حدود 13 سال زندانی بود. جواهر لعل نهرو پس از استقلال هند به عنوان اولین نخست وزیر این کشور انتخاب شد و تا زمان مرگش به مدت 17 سال رهبری هند را بر عهده داشت. وی همواره به عنوان یک شخصیت صلح دوست مورد احترام مجامع جهانی بود و مهمترین اقدام او برای هند، اصرار وی برای باقی ماندن این کشور به صورت یک دموکراسی غیر منفک از آرمانهای دنیایی و غیر دینی بود.